به سازمان جهانی کار و تمامی فعالین و تشکلهای مستقل کارگری. دشمنی و عداوت علنی جمهوری اسلامی در سرکوب، دستگیری و زندان تشکل و فعالین کارگری و مردمی تا کی؟ ریاست محترم، دوستان و هموزمان، در حالی که جمهوری اسلامی عضو رسمی سازمان جهانی کار بوده و الزام به اجرای تمام قوانین و مقاولنامه های مصوبه این سازمان از جمله 98-87 در آزادی و تشکل و اعتصاب می باشد و در حالی که اصل 26 قانون اساسی اماسگیرنده زندانی قزلحصار بر ایجاد تشکل‌های صنفی و حتی سیاسی تاکید دارد، اما خیلی عظیم تشکل‌های و فعالین کارگری مردمی از جمله سندیکاهای شرکت واحد، نشکر هفت‌تپه، نقاشان، خبازان و سکه، اتحادیه آزاد، انجمن صنفی معلمی، روزنامه‌نگاران و کمیته‌های صنفی کارگران مانند پیگیری، دفاع هماهنگی و فعالین آنها مانند محمد جراحی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، رسول بوداوی و دیگر همنظمان با سرکوب، دستگیری و پرونده‌سازی و حبس‌های سنگی مواجه هستند. این در شرایطی است که خانواده 50 میلیونی کارگران ایران به عنوان مولدین تمام ثروت‌های جامعه با یک چهارم دستمزد زیر خط فقر، نابودی امنیت شغلی با قراردادهای سفید امضا و موقت، واردات کالاهای بنجل و برداشتن گمرکات مرزی و نابودی کلی عرصه‌های کار تولید و بیکارسازی چند میلیونی توسط مافیای قدرت و ثروت، حذف کلی قوانین حمایتی در حوزه تأمینات اجتماعی از جمله قوانین کار، خصوصی یا خودمانی سازی و کیسه پول کردن کلی عرصه‌های بهداشت، درمان، آموزش، تحصیل و خدمات عمومی و حذف یارانه‌ها مخصوصا مایحتاج عمومی آب، برق، گاز، تلفن و همچنین در وضعیت ادامه تورم، گرانی، بیمسکنی و فلاکت عمومی در فقر مطلق قرار داشته و از تنها وسیله دفاع خود یعنی تشکل‌های سندیکایی برای دفاع از سطح زندگی و جلوگیری از گرسنگی فرزندان خود محروم هستند. جناب رئیس، کارگران، اغلب فعالین قانونی دستگیر شده بدون اغلب فعالین که فعالیت قانونی داشتند دستگیر شده بدون کوچکترین سند و مدرک اتهامی و در نبود قوه مستقل قضایی و با پرونده سازی و حکم‌های سفارشی بدون امکان دفاع به حبس‌های سنگین محکوم شده و در بدترین شرایط غیر استاندارد خارج از قوانین مصوبه حمایت خود حکومت مانند آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها نگهداری می‌شوند. رضا شهابی، محمد جراحی در حال که عمل جراحی فوری داشته بارها با ممانعت مسئولی مواجه شده و از اعزام به بیمارستان جلوگیری کردند. خود من که بدون کوچکترین سند و مدرک به علت دفاع از منافع صنفی کارگران در حق تشکل و تجمع و اعتراض و مطالبات قانونی به 11 سال زندان محکوم شدم، تا حال در عرض 3 سال چند بار از زندان تبریز به یزد سپس به رضا شهر تماس گیرنده زندانی قزلحصار و سپس به رضا شهر و الان به زندان مواد مخدر قزلحصار بدون حکم قضایی و تصمیم اتهام به طور غیر قانونی و خودسرانه تعبیه شدم. در حالی که طبق آیین‌نامه داخلی خود سازمان زندان‌ها بر اساس تفکیک جرایم نگهداری من در زندان مواد مخدر کاملا قانون شکنانه باشد، به طوری که حتی خود زندان قزلحصار 4 ساعت از تحویل من خودداری می‌نمود که نهایتا تحت فشار باندهای خودسر و قانون شکن تن به قبول داد. این مسئله نشانگر درجه هرج مرج و دشمنی باندهای قدرت و ثروت با نمایندگان کارگران میباشد که حتی در زندان نیز دست از آزار، اذیت و شکنجه روحی و جسمی آنها به عنوان نوکران و جیرخوار میلیاردرهای کارگر بر نمیدارند. جناب رئیس، دوستان کارگر، تشکلهای مدافع کارگران، انسانهای آزادیخواه، در شرایطی که تشکل حق اعتصاب به عنوان تنها ابزار مشروع و قانونی کارگران حتی در عقب مانده ترین کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده، تا کی این همه اتصافات کشی را باید تحمل کرد؟ پارچه مجامع جهانی در مقابل این همه ظلم و ستم بر فعالین و تشکلهای کارگری و مردمی نظارتگر بی‌تفاوت خواهند بود. من شاهرخ زمانی، عضو سندیکای کارگران نقاش، در اعتراض به انتقال غیرقانونی به زندان مواد مخدر قزلحصار با 30 روز اعتصاب قضا و کم کردن 20 کیلوگرم به همراه تمام فعالین در بند کارگری و مدافع حقوق مردم از تمامی کارگران، تشکلهای کارگری و مردمی ملی و جهانی می‌خواهم اعتراض فریاد خود را
علیه سرکوب خواستهای مشروع و قانونی خود و برای آزادی تجمع و تشکل و اعتراض کارگری بلندتر کرده و حکومت جمهوری اسلامی را وادار به تمچین به رعایت اتحادات خود در این مواد بکنند. دست همه شما را فشرده و آرزوی اتحاد و پیروزی در مبارزاتمان داریم. زندان قزل‌احسن 16 فروردین 93. الو.